Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je suis Sarah, votre professeur de français. Et aujourd'hui, on va apprendre les couleurs en français. سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سهر هستم و با برنامه دیگه ای از مجموعه برنامه های زبان فرانسه با پامبو لنگویجز در خدمتون هستم و امروز میخوایم در مورد رنگ ها یاد بگیریم که چجوری اونها رو بگیم، چجوری به کار ببریم و مذکر معنیستشون به چه صورت هست پس با من همراه باشید ولی فراموش نکنید آبانه و ویت کلیک اکلیک سر لیکن کلوشت پر ندرنیر ویدئو فانیبه ایلیا سه رنگ اصلی وجود داره که ما از ترکیب اون سه رنگ اصلی میتونیم خیلی از رنگ ها رو بسازیم السون Le jaune, l'eau rouge et le bleu. Il y a sept couleurs dans un arc-en-ciel. Elles sont le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu. l'indigo e lo خب پس این هم از رنگ های رنگین کمان زیبا با یه تعدادی از رنگ ها آشنا شدیم میرم که براتون روی تخت قواعد مذکر و معنس و جمع رو در مورد رنگ ها با هم یاد بگیریم با من همراه بشید در زبان فرانسه کلمه کولور به معنی رنگ هست و این کلمه خودش فمینن هست اون دی لا کولور لا کل لا کولور دو تون سک رنگ کیف چه کیف چه رنگیه کل لا دو سو رنگ این ماژیک چی هست یا این ماژیک چه رنگی هست خب پس کلمه کولور فمینن هست اما اگر رنگ ها رو به به تنهایی بگیم مثلا میخواهید بگید من فلان رنگ رو دوست دارم در اون حالت خود رنگ ها رو ماسکولن میگیم مثلا من میگم ژم لو روج یعنی من قرمز رو دوست دارم رنگ قرمز رو دوست دارم اول ژم لو بلو من رنگ آبی رو دوست دارم پس اگر به تنهایی بخوایم رنگ ها رو بگیم با لو به کار میره و مسکولن هستن خب حتما قبلا هم بهتون گفتم در زبان فرانسه صفت ها باید با اسمی که برای اون دارن میان و اسمی که توصیف میکنن تطابق داشته باشن تطابق یعنی چی؟ یعنی اگر اسم فمینن هست صفتش باید فمینن بیاد اگر اسم مسکولن هست بعد صفتش هم مسکولن بیاد و این موضوع در مورد رنگ ها هم صدق میکنه یعنی ما تو زبان فارسی خب که اصلا جنسیت نداریم یا مثلا صفت ها رو جمع نمیبندیم رنگ ها رو جمع نمیبندیم اما در زبان فرانسه رنگ ها هم به لحاظ تعداد یعنی جمع و مفرد بودن و هم به لحاظ جنسیت یعنی مذکر و مؤنث بودن باید با اسمی که اونو توصیف میکنن تطابق داشته باشن خب پس اینجا میریم که یاد بگیریم که برای هر رنگ مسکولن شکل فمیننش به چه صورت هست من یه تعدادی از رنگ ها رو براتون نوشتم قطعا نمیتونم تمام رنگ هایی که در طیف رنگ وجود داره رو براتون بگم اون رنگ هایی که بیشتر کاربرد داره براتون و بیشتر میبینید و ممکنه که به کار ببرید لو بلان, بلان 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 به معنی سفید هست و سه آخرش هم تلفظ نمیشه بلان خب اگر بخوایم بلان رو برای فمینم به کار ببریم یه اش او میذاریم آخرش و میگیم بلانش بلانش مثلا من میگم ج ان سک بلان من یه کیف سفید دارم ج اون روب بلانش من یک پیراهن سفید دارم میبینید این غب فمینن هست پس بلانش میگم این غب بلانش ولی سک مسکولن بود و گفتم ان سک بلان پس اینجا متوجه شدید که چجوری فمینن یا مسکولن به کار میبرید خب نوار نوار به معنی سیاه مشکی و برای فمینن یه او اضافه میکنیم به رنگ ها هم همون قاعده جنرالی که برای تبدیل مسکولن به فمینن داشتیم یعنی اولین قاعده چی بود؟ او اضافه میکردیم بیشتر رنگ هم همینطور هستن نوار نوار خب دقت کنید نوار گفتم یعنی سیاه این کلمه تلفظش فرقی نمیکنه فقط برای فمینن آخرش او میذاریم در نوشتن ور 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 به معنی سبز هست و فمیننش میشه وخت ته خونده میشه وخت بلو بلو آبی بلو بازم همون بلو خونده میشه ولی آخرش یه او میذاریم پس تلفظ فرقی نمیکنه فقط نوشتارش فرق میکنه گی گی یعنی توسی خاکستری گیز گیز باز هم توسی یا خاکستری فقط تلفظ اینجا فرق کرد و یه او گرفت برن برن U N ان prononce un. C'est voyel بود تو دماغی بود. Brun به معنی رنگ قهوه‌ای. و برای فمینن یه U آخرش اضافه می‌کنیم می‌خونیمش brun. Brun. باز هم همون معنی قهوه‌ای میده. مارون، Marron. مارون هم همون معنی قهوه‌ای میده یا رنگ بلوتی تو همون طیف قهوه‌ای هست ولی مقوم برای فمینن و مسکولن یک شکل به کار میره اینجا دیگه چی اضافه نمیشه تلفظش هم فرقی نمیکنه پس باز هم ما استثناعاتی داریم دوغه دوغه خب دوغه یعنی تلائی و باز هم برای فمینن یه او اضافه میکنیم او آخرش اضافه میکنیم میگیم دوغه پس تلفظ فرقی نمیکنه ارژانته ارژانته به معنی نقره‌ای هست و باز ارژانته برای فمینا un E ان او الافن با آخرش یک او اضافه میکنیم خب تخته رو پاک میکنم و چند تا رنگ دیگر رو هم می نمیسم برمیگرد ویوله بنفش ویولت اون اجوت ته او الافن jaune رنگ زرد ژن خب میبینید این چند تا رنگی که اینجا هست مسکولن و فمیننش تغییری نکرده در واقع زمانی که ما حرف او داشته باشیم آخر رنگ برای فمینن هم همون هست ژون پس میشه زرد و فمیننش هم که همون شکل هست روج به معنی قرمز روج غز غز صورتی اورانج اورانج نارنجی بژ بژ همون رنگ بژ یا کرم بلو مغن بلو مغن بلو مغن سرمه ای هست یعنی آبی دریایی سرمه ای بلو مغین بلو مغین فمیننش هست یه او میگیره و تلفظ مغن میشه مغین ترکواز ترکواز فیروزه ای آبی فیروزه ای رنگ بین سبز و آبی هست و فمیننش هم به همون صورت نوشته میشه و اسم سنگ فیروزه هم همون تیخکواز هست خب این از اون رنگایی که بیشتر به کار میبریم حالا یه سری قواعدی داریم و من کاربرد اینها رو تو جمله هم براتون میگم و همچنین چند تا اصطلاحی که با این رنگ ها میتونیم به کار ببریم تا یه کمی طیف رنگمون رو وسیع تر کنیم رو براتون مینویسم با من بمونید در بالای تخت براتون پنج تا اصطلاح در واقع شش تا اصطلاح رو نوشتم شش تا کلمه که در واقع در زمینه رنگ هستن و معنی رنگ رو ممکنه عوض کنن اولین کلمه کلوغه کلوغه از همون کولاغ میاد یا ملتی کلوغه به معنی رنگی چیزی که چند تا رنگ توش داره کلوغه و ملتی کلوغه مثلا من میتونم بگم ژ اون غب یعنی من یه پیراهن رنگی دارم رنگ زیادی توشه فونسه فونسه او سمغ سمغ فونسه یعنی تیره رنگ تیره هر چیزی مثلا بلو فونسه آبی تیره برن فونسه قهوه تیره کلیر کلیر خب این در واقع متضاد فونسه هست کلر به معنی روشن مثلا بلو کلر آبی روشن یا برین کلر و کلر سبز روشن قهوه روشن و پل 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 به معنی کم رنگ یا رنگ پریده هست خب پس اینها رو میتونیم کنار رنگ ها استفاده بکنیم یه سری براتون مثال زدم تا ببینید چجوری این رنگ ها باید با اسمی که دارن توصیف میکنن تطابق داشته باشن خب مثال اول رو ببینید le drapeau français est bleu blanc et rouge خب لو drapeau یعنی پرچم پرچم فرانسه آبی سفید و قرمز هست رنگاش حالا نگاه کنید بلو بلان خب روش که فرقی نمیکنه بلو و بلان مسکولن اومده چرا چون گفتیم لو درپو کلمه دغپو مسکولن هست و ما وقتی داریم این رنگ رو برای توصیف دغپو به کار میبریم باید از رنگ مسکولن استفاده کنیم مثال بعدی لو سوکر بلان خب باز هم لو داریم لو سوکر شکر این کلمه هم مسکولن هست شکر سفیده و میبینید که بلان مسکولن اومده مثال بعدی لفغین ای بلانش خب فقین لا فقین به معنی آرد هست فمینا هست و میبینید که رنگ سفید اینجا با اون تطابق کرده و فمینه اومده میگیم بلانش اینجا دیگه نمیگیم بلان لا فرین بلانش لو بروکلی ا ور خب بروکلی کلم بروکلی میگیم لو بروکلی ماسکولا هست ور ماسکولا اومده مثال بعدی لا پوم ورت سیب لا پوم. فمینن هست پس وقت اومده یعنی رنگ سبز سیب اون سیب سبز رنگ هست خب مثال بعدی رو ببینید لزو او یادتون هست دیگه اف میشد تخم مرغ جمعش افو رو نمیخونیم و اسم میگرفت لزو سون بلان خب تخم مرغ ها اختیکلمون جمعه اسممون جمعه فعلش هم جمع اومده سونگ و اینجا ما رنگ رو جمع میبندیم اسم میگیره با اینکه خونده نمیشه اما باید بنویسید لزو سون بلان و اوف مسکولن هست پس بلان رو مینویسیم و جمع میبندیم که اسم میگیره مثال بعدی ل نوه سون ویوله خب نوه یعنی شلغم شلغم چه رنگیه بنفشه و مسکولن هست ل نوه خب این کلمه مسکولن هست جمع هست سون هستند شلغم ها هستند چه رنگی؟ ویوله ویوله مسکولن و اس جمع گرفته پس هم در جنسیت یعنی مذکر مؤنث داریم تطابق میدیم هم در جمع و مفرد بودن و مثال آخر دیگه فکر می کامل براتون جا بیفته لزو برژین که یادتون هست تو درس حروف یعنی بادمجون لزو برژین سون ویولت خب اوبرژین به تنهایی خودش فمینن هست حالا اینجا جمع بسته شده لز اوبرژین پس فمینن و پلوریل فعلمون که جمع سون خب ویوله تبدیل میشه به ویولت یعنی ت او e. این شد فمینا و چون اون جمع هست این هم جمع میگیره و میشه فمینا پلوریل لزو سون ویولت خب پس دیدید قاعده رو هم در مفرد و جمع هم در مذکر مؤنث تطابق می کند. اما یک جاهایی هم ممکنه ببینید بعضی از این رنگ ها تغییر نکردن. در واقع برای این تطابق سه قاعده داریم رو تخته بعد بر براتون می برای تطبیق دادن رنگ ها با اسمشون این سه تا قاعده رو باید تو یادتون داشته باشید. قانون اول لزجکتیف او کولور سمپل سکارد صفات رنگی که رنگ های سادن رنگ های معمولی مثل سفید، سیاه، سبز اینها تطابق می کنند سکارد یعنی چی مثلا بلان مسکولن هست برای فمینن میگیم بلانش و جمع هم باشه جمع بسته میشه اسم میگیره پس کاملا تطابق میکنه یا ور برای فمینن میشد وخت و تو حالت جمع اس هم می گرفت پس یعنی این تغییر اتفاق می افته. یا ویوله می شد ویولت و در حالت جمع هم اس می گرفت رو تخته قبل لزو سوم ویولت دیدین هم معنس شد و هم جمع بسته شد یا بژ خب رنگ بژ رو ببینید بژ آخرش اه پس فمینن نمیشد شد مسکولن فمیننش یکی بود اما در شمار یعنی تو جمع مفرد بودن تطابق میکنه و اسم میگیره و بقیه رنگ های ساده هم همینطور پس رنگ های ساده تطابق میکنن هم در تعداد هم در جنسیت دو لکولوخ کمپوزه دو دو او تو دو او مو سون یعنی تغییر نمیکنن تغییرشون نمیدیم تطابق نمیکنن یعنی چی؟ رنگ هایی که کمپوزه یعنی تشکیل شدن از دو یا سه کلمه گفتم میتونستیم می اون کلمات فونسه، کلر، اینا رو کنار رنگ ها بذاریم و روشن بگیم یا حتی مثلا رنگ رو به چیزی تشبیه کنیم که حالا تو مثال ها میبینید مثلا بگیم برن فونسه قهوه تیره خب این چه برای مزکر به کار بره چه معنیس تغییر نمیکنه چون از دو کلمه تشکیل شده جمع هم بسته نمیشه به همین صورت برای مفرد و معنیس و جمع و اینا به کار بره غوش ف ف یعنی آتش قرمز آتشین خب این هم باز دو کلمه داره پس نه فمین مسکولنش فرق میکنه و نه جمع بسته میشه بلو کلر آبی روشن باز هم دوتا کلمه داره پس این هم تغییر نمیکنه و هر رنگ دیگه ای از این دست مشابه اینها تغییر نمیکنن تو ل کولور ابژه سونت و وریابل ابژه یعنی شیء رنگ هایی که از یه چیزی گرفته شدن یعنی اسم یه هم هستند تغییر نمیکنن مثل چی سوریز سوریز یعنی آلبالو و رنگ آلبالویی هم میشه سوریز تغییر نمیکنه نه جمع بسته میشه نه معنس میشه سیترون 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 به معنی لیمو لیمو زرد هست پس رنگ لیمویی در واقع میشه سیترون اولیو 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 هم به معنی زیتون هست و هم رنگ زیتونی باز هم تغییر نمیکنه پش 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 میوه هلو هست و رنگ هلویی این هم تغییر نمیکنه میبینید همه اینا اسم یه چیزی هستن در جهان بیرون اورانج خب اورانج هم که پرتغال هست و رنگ نارنجی از این در واقع پرتغال گرفته شده باز هم تغییر نمیکنه و هر رنگ دیگه از این دست اما سه تا اکسپسیون داریم سه تا استثناء داریم و چی هن؟ غز غز خب غز به معنی صورتی هست ولی گل روز هم هست از یه ابژه گرفته شده غز برای فمینن مسئولا یکی بود اما جم بسته میشه یعنی اسم میگیره پس تغییر میکنه دوغه خب دوغه میشه طلایی از آغ از طلا گرفته شده طلا هم یک شیء دیگه ولی هم فمینن میشه و هم جم بسته میشه پس تغییر میکنه و مو موو موو به معنی رنگ عرقوانی هست و در واقع از گل بنفشه مثلا میاد اون رنگ هست و میبینید که باز چون او داره برای فمینم مسکولم به یک شکل هست اما اس میگیره یعنی تو شمار تطابق میکنه خب خیلی روی این قانون ها دقت کنید که تو جملاتون بتونید به درستی اینها رو به کار ببرید من این تختر پاک میکنم و در بخش آخر درس یه چند تا جمله مینویسم در مورد سوال و جواب رنگ مورد علاقتون خب چند تا سوال البته یه سوال در واقع اینجا ازتون پرسیدم با چند مدل جواب کل تا کولور کل تا کولور یعنی رنگ مورد علاقه رنگی که ترجیح میدی کدومه رنگ مورد علاقه چه رنگی هست کل یعنی کدام چی خب این بخشایی که زیرش خط کشیدم خواستم ببینید که در زبان فرانسه همه جا ما این تطابق رو باید رعایت کنیم یکی از زرافت ها ها و شاید هم سختی های یادگیری زبان فرانسه رعایت این نکات ریز در تطبیق دادن کلمات با هم هست خب ببینید بیسمون اینجا کلاخ هست گفتم کلاخ فمیننه پس همه چی تو این جمله باید فمینن باشه کل یعنی کدام فمینن اومده با دوتا ال ا. تا اینو بعدا میخونیم اینا صفت ملکی هستن که در درس های آینده حتما خواهیم خوند یعنی مال تو و برمیگرده به کلوخ پس بازم فمیننه و پخفقه یه او آخرش گرفته کله تا کلوخ پخفقه خب ممکنم از شما چند تا رنگ مورد علاقه داشته باشید بپرسیم کل سون تکولوخ پرفقه خب میبینید کل اینجا اس گرفت چون که جمع چند تا رنگ داریم میگیم فعلمون هم که جمع شد ت به ته تبدیل شد بازم جمعه کلوخ هم اس گرفت و پرفره هم او گرفته بود که فمینم بود و هم اس گرفت کل سنت تکولوخ پرفقه رنگ های مورد علاقه چیه خب چی جواب میدیم مکولوخ پرفقه ای رنگ مورد علاقه من صورتیه خب تا اینجا مکولوخ پرفقه همه چی باز تطابق میکنه ما با این فمینن اومده پرفقه او داره ولی زمانی که داریم اسم رنگ رو به تنهایی میگیم اول درس براتون گفتم خود رنگ به تنهایی مسکولن هست پس میگم مکولوخ پرفره الو غز خب حالا اگه جمع بشه چی میگیم مکولوخ اوک اس پرفقه او اس سون لو روز رنگ های مورد علاقم صورتیو صورتی و بنفشن پس مکولور پرفره سون لو روز خب حالا ممکنم است که نگید مکولور پرفره فقط بگید من این رنگ رو دوست دارم میگید جم لوژون من رنگ زرد رو دوست دارم یا بگید من این رنگ رو دوست ندارم جونم پل و مغم پل و من قهوه ای رو دوست ندارم خب این ساختار آخر هم یک درس کامل رو بهش اختصاص میدیم که مربوط به منفی کردن هست اما تا اینجا بحثمون در مورد رنگ ها به پایان رسید امیدوارم که خیلی خوب یاد گرفته باشید و مشکل براتون نباشید یک ویدیو دیگه از درس های زبان فرانسه به پایان رسید امیدوارم که کاملا با مباحث مربوط به رنگ آشنا شده باشید و حتما در کامنت برام رنگ مورد علاقتون رو بنویسید به شکل جمله فقط رنگ رو ننویسید کل تکولور پرفره و کل سون تکولور پرفره برای من یک جمعه در کامنت بنویسید جو و سوید اون تره بان جورنه ای جو و دی الاسانس پروشن اووا